سلام بر شما خوش آمدید به دیدبان فرناز قاضی هستم این هفته مسعود بهنود در مروری کوتاهتر بر مطبوعات از شمارش معکوس برای اجرای برجام خواهد گفت اما در ادامه این برنامه گفتگوی بلندتر داریم با صادق سبا از هفت سال ریاست بر بی بی سی فارسی و 25 سال کار در این مجموعه سلام بهنود همین اول برنامه از شما و بینندگان علاقمند به شما از خواهی بکنیم برای اینکه قسمت مرور مطبوعات رو کوتاهتر میگیریم برای اینکه مصاحبه بلندتری داشته باشیم با آقای سبا واجبم هست به خصوص برای اینکه ما برای بررسی مجلات روزنامه ها شاید فرصت داشته باشیم ولی دیگه با فرصت نخواهیم البته امیدواریم که فرصتی باشه برای اینکه قرار هست که مصاحبه های طولانی هم بعدا داشته باشم ولی اجازه بدید که بریم سراغ روزنامه ایران اول هفته و این قسمت از صحبتهای آقای خامنه ای که تیتر یک ایران شده همه در انتخابات شرکت کنند بله گفتن حتی مخالفین من و مخالفین همه شرکت کنیم یه بار دیگه هم در انتخابات قبلی این رو گفته بودندشون. و اصولا انتخابات به خصوص انتخابات خبرگان این دفعه به دلایل متعددی به نظر می گرمتر از دفعات پیش خواهد بود ام. اما موضوع مهم در هفته که روزنامه ایران و بقیه روزنامه بهش اشاره کردند انتظار برای رسیدن به اجرای برجام بله. هست و همینطور به صلاح لقب تحریم ها که احتمال داده میشه بعد از اون صورت بگیره روزنامه بعدی روزنامه اعتماد هست که همین رو دقیقاً تیر... تیتر کرده کمتر از هفت روز تا اجرای برجام جالب هست که حتی ممکن هست خیلی زودتر هم اتفاق بیفته یعنی همین شنبه یه شنبه رو ممکن هست که اعلام بکنن روز اجرای برجام اینطور گفته میشه اوخی. بله اونم حد زده که کمتر از هفت روز بود بله. طب... روزنامه جوان, جوان رو ببینی ببینی اون روزی که آقای روحانی رفت به اه... پارس جنوبی پارس جنوبی برای افتتاح اون دو تا فاز ام. روزنامه های اصولگرا از صحبت های روحانی خیلی ظاهرا خوششون نیامده بود چون این رو در صفحه اول نیاوردن در حالی که خبر مهمی بود به هر حال مم. روزنامه سپاه تنها روزنامه اصولگرا یا شاید بشه گفت مخالف دولت بود که این رو آورد به همین بزرگی که می‌بینید، اونم به دلیل اینکه بگوید که پاتک ابر پروژه سپاه به تحریم ها یعنی یادآوری بکنه که این دو تا فاز رو سپاه مقاطع کارش بود و سرانجام هم فرمانده عملیاتی واحدی که این کار رو انجام دادم هستش در آقای روحانی چه گفته بود که دوست نداشتن؟ آقای روحانی به خصوص چند تا نکته بود به خصوص این که اشاره کردن که افتتاح یه بار میشه دیگه و این تعرضی است به دوره آقای امنیتی که همین پروژه رو دو بار افتتاح کرد بدون اینکه به گفته آقای زنگنه بدون اینکه واقعا حتی, یک لوله مم. یا یه واحد گاز از توش عبور کرده باشه مم. یعنی اصولا به مناسبت های مختلف این صورت گرفت این صحبت و بقیه صحبت ولی ها... به بل... بل... نظر مهمترین صحبت ایشون اونجا بود که گفتش که مملکت رو با نفت سی دلاری داریم اداره میکنیم بله. نه 147 دلاری بله. بله و احتمالش هم هست که قیمتش حتی ارزون تر هم بشه خب بریم سراغ افتابه یز افتابه یز یک روزنامه متمایل به اصلاح طلبا هست ولی میبینید که این تیتر, تیتر خودش کرده های هاشمی حوش خود را از دست داده است پرسیده بله اشاره می کند به اینکه حرفایی که به خصوص یکی از به صلاح نوح خانان گفته است در هفته گذشته و تو این تعرض هایی که با رسیدن به انتخابات تندتر شده مم به آقای هاشمی روزنامه ها هم داشتن مقالاتی که ها روزنامه ها هم روزنامه ها به اندازه‌ای که بیشتر از اون متصور نبود یعنی در این فاصله من یه مقاله توی روزنامه جوان یک به رسالت سر مقاله رسالت که میدونید که رسالت سابقه ای سابقه ای داره که یک بار به دستور آقای خمینی متوقف شد رسالت بله. و همه شواهد از جمله در همون دوران نشون میده که آقای هاشمی رفت و این کار درست کرد مم. ولی به حال اون هم مثل بقیه به حال مم. در این موجی که الان وجود داره ب... تمجید در از کره شمالی فهم. این هم یه بخشی از یه بحث از دیگه از ایشون از ارزی حاج ارزی, ارزی نوح خون منظورشه و میگه از کره شمالی تمجید کرد بسیار خب بریم سراغ کیهان آخر هفته ببینید در حالی که اونجا دیدیم که نشه سپاه به پروژه پارس جنوبی به اصطلاح پوز میداد اینجا کیهان داره این کار میکنه میگه آمریکا تست کرد سپاه زهر چشم گرفت ظاهرا حسابی روزنامه های اصولگرا سایت های اصولگرا صدا و سیما و حتی شبکه پرستیوی شبکه انگلیسی زبان ایران هم خیلی زیاد روی این عکس ها و فیلم ها از مثلا برای استخفاف این ملوانانی که بازداشتن شدن استفاده کردن یه جوری خواستن بگن که اینا عادت آ... این شده است بلد. من نبیدم چرا وقتی که شما میبینید که از تغییرات در مدیریت بی بی سی برای نشان دادن قدرت دستگاه اطلاعاتی صرف نظر نمی کنن. دیگه اینجا که دیگه یه جای یه زنی جای بزرگان داره به بله در حالی که به آن به لحاظ دیپلماتیک از یه خیلی سریع و خیلی آرام ظاهرا حل بل. شد و بدون خب اینکه این تونسته بودن محافظت کنن از آبهای کشور بل. و جایی که حوزشون هست. خب جای افتخار داره در اون تردید بل. نداره ولی اینطوری مطرحش کردن و اینطوری به رخ کشتن یه ذره جای سوال خب بریم سراغ اینایی که آوردین شماره اولیا رو آوردین بله این هفته ما با انبوهی شماره اول روبرو شدیم بله که خب خودش فی نفسه خبر خوبی است به خصوص اگر مثل سیاستنامه نامه علاوه بر اینکه نشریه خوبیه بله. این رو هم گفته باشم که توی این تغییر تحولات اخیر یه موجی افتاده است و دادن امتیاز به آدم های روزنامنگار هست بله. و این به نظرم خیلی حادثه مهم است حامد زاره سا... صاحب امتیاز این نشریه هست بله. و توش اتفاقاتی افتاده از جمله که حامد در مقدمه نوشته اعتراف نزد انظار اقیار وقتی جذابیت دارد که نکته پنهان رو هویدا سازد پر مبرهن است بیشترین تأثیری که می توانستم از یک شخصیت در زندگی بگیرم از جواد تواتوی گرفتم به عکسی که الان هم روی جلد گذاشتن با... امروز که هفتاد سالگیش را رو جشن میگیرم تحفه ای ارجمند برایش دارم سیاستنامه خب جامعه دران شماره اول ماهنامه, فرهنگی, هنری است که در مقدمه شما آقای نازری روی آقای ناظری محمد آجیزاده در مقدمش نوشته همیشه آرزویم این بود که با شما باشم از شما باشم از دو واژه من و شما واژه ما پدید آید. خلاص شما حرف بزنید من گوش بکنم بعد میگوید که من سالها رفتم این کار رو دنبال کردم انتشارات درست کردم اینا نشده است همین ماهنامه هم دوازده سال طول کشید یکی از مشخصات ایشون هم آقای حاجز زاده این هستش که به پرانتز و علامت تعجب علاقه قریبی داره در همه نوشته ها این این اون گیومه ای رو که در داخل استفاده میکنه این معموله بلد. و از جمله آقای باستانی خودمون هم همین چیز رو دارند که گیومه زیاد به کار میبرن ولی برای نقل قول بیشتر برای... برای, نقل قول و برای جایی که میخوان بولد کنن میخوان برجسته بکنن که خب معمول هم هست ولی خب علامت تعجب نشیه اگر قرار بودش که نگاه انتقادی بهش بکنم جای انتقادی داشت باید حالا وقت خیلی نده بزنید دفعه بعد دوم بریم محروسه رو ببینیم پژوهش‌های قاجاریه شناسی است. است که در مشهد منتشر میشه این اولین شما. چه روی جلد شده. مناسبی داره برای یک نشریه بله ای این؟ کتاب علمی است به نظرم جای کار بیشتری هم داره ولی خیلی جالب است که یه حوزه محدود رو انتخاب کرده مشهد هم برای این کار خوبه چون بنز کافی سند در مورد دوره قاجار تو کتابخونه آستان قدس رضوی وجود داره و برای استادا و دانشجو اونجا میرن کار بکنن بعضی هم کار کردن خیلی هم خوب است بسیار خوب فارس نامه هم فارس مال فارسه بله و نشریه تخصصی اقتصاد فرهنگ و هنر هستش که مطالب خیلی خوب توش خوندم از جمله یک مناظره خیلی خوبی بود و از جمله این بزرگمر در شیراز هم خوبه یک کارتونیست در شیراز بزرگمرد حسین میگه با بزرگی برو سنفوری گفتگوی کرده خیلی هم با مزدست. بسیار عالی خیلی متشکرم آقای بهنود بزخواهی میکنم که این بخش انقدر این امروز کوتاه بود اما حتما در هفته گذشته شنیدید که صادق سبا رئیس بخش فارسی بی بی سی به زودی از این سمت, سمت کنار گیری میکنه و روزیتا لطفی به جای او رئیس جدید خواهد شد آقای سبا 25 سال در بی بی سی فعالیت کرده در بخش های مختلف در راه اندازی شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی هم نقش داشته به مدت هفت سال هم ریاست بخش فارسی بی بی سی رو به عهده داشته او قبل از خداحافظی مهمان ماست اینجا در دیدبان تا به سوالات شما پاسخ بده و از تجربه های تلخ و شیرنش در بی بی سی فارسی و تصمیم های مدیریتیش در بره های حساس بیشتر به ما بگه آیب خیلی متشکرم که دعوت ما رو در دیدبان قبول کردید به برنامه ما اومدید برنامه که هم در ایجادش نقش عمده داشتید خیلی ها خواهم بدونن دلیل واقعی رفتن شما چیه بعضی ها در سایت های مختلف در جاهای مختلف گفتن که یک تصمیم سیاسی هست واقعا چرا شما دارید تشریف <applause> ببین یه نفری برای هم بعد از مدتی کار کردن در هر تشکیلاتی خب دیگه کارش تموم میشه بازنشسته میشه من هم در بی بی سی همطور که شما گفتی 25 سال کار میکنم به عنوان خبرنگار تحلیلگر هفت سال به عنوان مدیر و در بی بی سی شما میدونید از 60 سالگی میتونید بازنشسته بشید من 63 سالمه سه سال میگفتید نه خب می <applause> از من گذشته <applause> <applause> برابری این سه سالم شاید بیشتر کار کردم همین واقعا فکر کردم اولا واقعا زندگی خیلی کوتاه است فکر کردم چیزای دیگه رو در زندگی تجربه کنم دنبال چالش های دیگری برم بی بی سی رو همیشه بهش وفادار خواهم بود تشکیلاتی بی‌نظیریه که من هر جا برم پشتیبانش خواهم بود چالش های دیگه و بعد اینکه من فکر کنم هر کسی در یه موقعیت حالا بگیم قدرتی به بهتر بهتره بعد از مدتی خودش بره کنار بای. اگه خیلی آینه یاد بگیرن شاید ما دنیای بهتری میداشتیم <تصح> این یه تد... پس یک تصمیم کاملا شخصی بوده از جانب شما؟ درصد کاملا شخصیه، من اگه دلم میخواست میتونم در بی بی سی تا مدتهای طولانی بمونم اتفاقا خیلی از... مدیران بی بی سی اصرار داشتن که ما نرم همین مم. مدیر جدید اون کسی مم. مدیر منه به اصطلاح در بی بی سی مم. واقعا مدت ها میگفت الان یه سال دیگه دو سال دیگه بمون ولی من از یه سال پیش تصمیم گرفتم برم نه. یه سال طول کشید برای یه خواست شخصی منه و من میخوام کارهای دیگه بکنم در زندگی بنابراین هیچ ربطی به سیاست های داخلی ایران نداره قبل از انتخابات قبل از انتخابات همیشه در ایران <applause> هر کاری در بی بی سی ما میکنیم میتونی شما ربطش بدی به یه چیزی در ایران مثلا همین تلویزیون فارسی بی بی سی که تأسیس شد میگفت اینه تأسیس کردم برای که در انتخابات سال 2008 مثلا مشکلات ایجاد بکنن خب ایران همیشه مقامات میگن هر سال یه انتخاباته شما قبل از انتخابات بعد از انتخابات هر کاری بکنی بالاخره میتونه ربط داشته باشه خیلی ها میخوان بدونن که آیا سیاست های بی بی سی با رفتن مدیر بی بی سی فارسی در قبال ایران در قبال مسائل سیاسی ایران های تغییری خواهد کرد تغییر عمده به هیچ وجه به دلیل اینکه ما در بی بی سی نظر شخصی خودمون رو که اعمال نمی کنیم ما در بی بی سی به اصطلاح سیاست خبری بی بی سی بهش میگیم انگلیسی ادیتوریال پالیسی بی بی سی رو اجرا می که یک سند مکتوبیه و هر پنج سال بازنویسی میشه و در اون توصیف شده که چگونه ما باید بیطرف باشیم، دقیق باشیم، منصف باشیم و غیره. ما طبق اون سند عمل می‌کنیم در بی, بی سی. البته هر مدیری سلایقی داره و میتونه تا حدی سلایقش رو اجرا بکنه هیچ تردیدی نیست ما همه مثل هم نیستیم ما ماشین نیستیم آدم هستیم بنابراین میتونه تغییرات ولی تغییراتی که مثلا به این دلیل باشه که حالا نسبت مثلا فرض بکنید به دولت ایران تندتر بشیم یا کند اینا به هیچ وجه میاد وجود <applause> یا به اپوزیسیون نزدیک بشیم یا نشیم یا این کار اینها تصمیمات ایدئولوژیک و سیاسی که ربطی به ادیتوریال پالیسی بی بی سی نداره ولی ممکنه مثلا روزیتا مثلا میگم تشخیصش این باشه که بهتر ما بیشتر برنامه های تفریحی درست کنیم مثلا یا برنامه های خبری جدی تر درست کنیم بس. یه چیزی ای در این حد در چهارچوب سیاست ادیتوریال امکان داره ولی اینکه یه کسی بخواد سیاست کلی ما را تقریب بده غیر ممکنه خب بذارید این گفتگوی نسبتاً طولانی تری هست بذارید یه مقدار وارد جزئیات بشیم وارد هفت سال چالش به هر حال هفت سال هفت سال سختی بوده در سیاست ایران در سیاست جهان در اتفاقای خیلی مهم افتاده در این هفت سال مهمترین چالشی که شما باش روبرو بودید در این سالها چه بود مهمترین مشکلی که ما داشتیم به عنوان یک رسانه البته مشکلی که هفتاد و پنج سال داریم مم. اینه که ما در ایران حضور نداریم مم. این خیلی مسئله مهمیه که این واقعا باعث میشه که ما گاهی اوقات اون چیزای ریز اتفاقاتی که در ایران پیش میاد و نتونیم تشخیص حتی بدیم. با وجود رسانه های اجتماعی شهروند خبرنگار از زمان رسانه های اجتماعی خود وضع بهتر شده هم. ولی در گذشته ما منبع خبرمون چیه در ایران رسانه های رسمی ایران روزنامه ها رادیو تلویزیون ایران صحبتی که خودمون با مردم میکنیم همه اونها اون چیز اصلی که در جامعه ایران میفته اتفاق میفته رو گاهی اوقات ممکن ما نتونیم ببینیم به دلیل اینکه اونجا حضور رو دائم نداریم البته تا هفت سال پیش دولت ایران اجازه میداد که حتی من به عنوان خبرنگار برم و من در ایران فیلم مستند ساختم بسیاری از انتخابات ها رو گزارش کردم ولی هیچ موقع دفتر نداشتیم در هفت سال گذشته حتی اون هم از ما گرفته شده این به نظر من چالش بزرگیه البته چالش های دیگری هم داشتیم خصومتی که جمهوری اسلامی از اول تاسیس تلویزیون تصمیم گرفتم به این کانال نشون بودم. من واقعا برای من غیر قابل درکه ما حتی قبل از تاثیر من خودم با مدیران ارشد بی بی سی رفتیم ایران با مقامات صحبت کنیم که دفتر باز کنیم خیلی هم خوشبین بودیم ولی اتفاقاتی که در انتخابات پیش اومد که اصلا ربطی هم به ما نداشت باعث شد که بی بی سی رو تبدیل بکنم به یک رسانه ضد جمهوری اسلامی که همچین چیزی کاملا غلطه ما نه ضد جمهوری اسلامی هستیم نه طرفدار جمهوری اسلامی و این خصومتی که اونا نشون دادن و عوارضی که داشته مثلا اذیت کردن خانواده ها مثلا خب این چالش بزرگی بوده و برای منم خیلی دردناک بود مدیر تشکیلاتی باشم همکاران من بیان به من بگن که دیشب مثلا پدر 80 ساله منو که در بیمارستان بودن بوده فرا خوندم بیا اینجا جواب بده چرا بچهت اونجا کار میکنی اینا چالش های سنگینی بوده و سختی بوده شخصی بوده که من داشتم بجمش یه ذره شخصی ترش بکنیم آقای ظرف سب... 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 این سالها خیلی حمله های مستقیم به شخص شما شده در رده های مختلف هم رده حرفه هم رده شخصی از رده حرفه شروع می‌کنم مثلا خیلی ها... نه خیلی ها بعضی ها مدعی شدن که شما با بعضی از منابع قدرت در ایران وابستگی دارید مثلا ادعا شده که شما با خانواده هاشمی نزدیک هستید اول راجع به این صحبت کنید چه با خانواده هاشمی هستید ببینید من به عنوان مدیر بی بی سی و قبل از اون به عنوان خبرنگار با همه ارتباط دارم <applause> وظیفه ماست اگه نداشته باشیم کار خود کار خودمون رو خوب انجام نمیدیم اون موقعی که من در ایران بودم به شما بگم با کیا دیدار میکردم دا... می با باشون صحبت میکردم آقای شریعت مداری سردبیر که هم من چند بار باشون ملاقات کردم آقای آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید من باشون مصاحبه کردم و اون موقع ما پخش کردیم اونور شما بخواید بگیرید آقای عبدالله نوری اصلاح طلبان و غیره یعنی وظیفه ماست وظیفه ماست که میریم یک کشوری گزارش میکنیم به همه تیفا ارتباط داشته باشیم خانوادی هاشمی من خیلی دوست میداشتم موقعی که آقای هاشمی رفسنجانی کاندیدای ریاست جمهوری بود باشون مصاحبه بکنم تا محل اقامت ایشون هم رفتم ولی یه خبرنگار دیگر بی بی سی زودتر از من رفت و من نتونستم این کار انجام بدم برای, برای این با اونها هم ارتباط داشتن از نظر من چیزی کاملا درستیه در خارج از کشور ما با شاهزاده رضا پهلوی ارتباط داریم با اومدن اینجا مصاحبه کردم بنده ازشون استقبال کردم نظر شخصی من هرچی باشه مهم نیست ممکن خیلی از این آدما رو حالا که از بی بی سی میرم هرگز نبینمشون ولی من به عنوان یک خبرنگار بی بی سی به عنوان یک مدیر بی بی سی وظیفه منه که با همه طیف ها <applause> چه اپوزیسیون چه اصلاح طلب چه دولتی حتی آقای خامنه‌ای هم اگه به من اجازه بدم بنده حاضرم فردا برم با ایشون مصاحبه کنم برای طبیعی از نظر من خیلی ها در داخل ایران به خصوص اصولگرایانی که مخالف اتفاقات بعد از سال 88 بودن بعد از انتخابات 88 بی بی سی رو متهم کردن که نقش داشته و همین اواخر همین یکی دو روز پیش یکی از کسانی که نزدیک بود و یکی از کاندیداهای های سال 88 آقای کروبی گفت در انتخابات 84 اولین بار که در مورد تخلفات گسترده در انتخابات صحبت شد شما تنها خبرنگاری بودید که حاضر شدید نامه آقای کروبی رو پخش بکنید فکر میکنید که چرا این کار کردید و فکر میکنید که به همین دلایل نیست که به شما اتهام زده میشه که شما در واقع دنبال ایجاد دردسر در ایران هست ببینید آقای کروبی موقعی که کاندیدای ریاست جمهوری بود از مقامات ارشد جمهوری اسلامی بود کاندیداتوری و در همون حکومت تصویب شده بود و بعد به قول خود شب خوابید و صبح پا شد دید رایش چین ور شد و یک نامی نوشت با آیت الله خامنه ای و درش سریحا گفت که فرزند شما مشتبه دخالت در در آغازاده با. ارتباط داره برای من خبرنگار این معرکه است خبر بسیار مهمیه اگر جای آقای کروبی فرض بکنید اون موقع مثلا آقای, آقای احمدی نژاد هم کاندیدا بود و همچی چیزی اونم پخش میکردیم من نبود علاق... ولی هم مثلا <applause> یا هر کسی دیگری ام. برای من من علاقه خاصی به آقای کروبی ندارم ام. من خبرنگارم یه کسی کاندید ریاست جمهوری بعد میگه آقا تقلب شده و به رهبر کشور نامه مینویسه میگه فرزند تو هم نقش داشته این بسیار مهمه ما دنبال اینجور چیزا میگردیم ما دنبال خبرهای دست اول میگردیم و همیشه میخوایم به فاصله منتشرش بکنیم من خیلی خوشحال شدم که آقای کروبی نسخه ای از اون نامه رو به ما دادن که ما پخشش کنیم قبل از اون مثلا در دوران آقای منتظری هم این اتهام وارد میشد که نامه هایی که آقای منتظری با آیت الله خمینی نوشته بود خب ما از بی بی سی پخش کردیم اون موقع من در بی بی سی نبودم ولی از بی بی سی پخش شد هم وظیفه ماست برای این عزیزان من چیزی بسیار طبیعیه که ما این کارا رو بکنیم در مورد تخریب راجع به بخش شخصیش صحبت بکنیم اتهاماتی که به شما مطرح شد گاهی ما اینجا در بی بی سی میخندیم بهش یعنی <applause> واقعا در حدی بود که میشه بهش خندید ولی خب شخصا اتهامات خیلی سنگینی بود <applause> خیلی بعضیاش برای م... میدونیم که برای اون کسی که مطرح شد برای شما برای برای بقیه ما خیلی ناراحت کننده بود میخوام بدونم شخصا چه تأثیری روی شما خب در روی خانواده ابتد... روی بله. ها. در ابتدا خب خیلی سخته اینجور چیزا رو در اولین وار میشنوه ولی از اونجایی که بعضی از رسانه ها در جمهوری اسلامی و یا بخشایی از حکومت در جمهوری اسلامی هیچ میاری ندارن که بگن دیگه اینجا ما پایین تر نمیریم ام. من همیشه به این نتیجه هم که همیشه اونها یه چیزی پایین از آخرین میارشون بازم پیدا میکنن برای من طبیعی شد گرچه مثلا فرض بکنید اگه به مادرت یه چیزی بگی به مم. پدرت یه چیزی بگی با آدم بر میخوره میگه آقا به اونا چه ربطی داره طبیعی است اینا ولی خب ما فکر کردیم اینا هم از بخشی از کار ماست دیگه ما جورنالیست هستیم و ارتباطمون با جمهوری اسلامیه و اونها این کارا رو میکنن شما حالا فرض کنید ما هیچی ما در خارج از کشوریم می همین کار رو در داخل با مخالفان خودشون میکنم اگه کسی رو دوست ندارن هیچ میاری ندارن که برای تخریبش شما چه مکانیزمی داشتید برای حفظ خودتون حفظ روحیه خودتون وقتی این حرف ها مطرح شد به هر حال راجبه مثلا پدر 80 سالتون راجبه بچه... بچه هاتون اینا رو میدیدن چه بله حسی پیدا کرد؟ ببینید من فکر کردم بهترین کاری که ما بکنیم جواب ندیم اه. من فکر کنم خیلی ساده است که ندادید ندادم من هرگز ندادم میدونی از <تص> شما هم همیشه میخواستم که جواب ندیم جواب اونها رو من که ما نمیتونیم بدیم شما هر چی جواب بدی یه چیز دیگه میگن برابری مهمترین چیزی که من مکانیزمی که درست کردم برای خودم که بتونم اینا رو به اصطلاح تحمل بکنم اینه که جواب ندیم به هیچ فرچ من فکر کنم این بزرگترین فش... ضربه که به اون آدمایی که تو می‌نویسی جواب ندی هستن و بعدش هم سعی بکنیم که این اتهامات سنگینی که اینا به بچه ها میزنن به من میزنن به دیگران میزنن هیچ تاثیری در کار ما نداشته باشه این بزرگترین قدرت به من میداد که به اینا توجه نکنم بله. جواب نمیدم و کارمون هم درست انجام میدیم شما هر چی دلتون میخواد انجام بدید کانال ما 15 میلیون بیننده داره مردم قضاوت میکنن که ما چیکار داریم میکنیم روزی که شما کانال رو تحویل گرفتی 15 میلیون بیننده نداشت امروز 15 میلیون بیننده داره آیا خوشحال هستید از کاری که در این هفت سال در بی بی سی فارسی کردین وقتی برمیگردید عقب رو نگاه میکنید افتخار میکنید؟ من خیلی افتخار میکنم از اینکه ما تونستیم یه سرویسی برای فارسی زبانان درست کنیم که اولش شده سرویس معیار برای رسانه های فارسی زبان ما نمیتونم بگم ما نسبت به روزنامه هایم هم همیشه بهتر هستیم ما گاهی در ایران روزنامه های بسیار عالی داشتیم هنوزم داریم ولی در رسانه های تصویری صوتی من فکر کنم بی بی سی فارسی یک میاری ایجاد کرده که هر کسی از این به بعد بخواد یک کاری بکنه باید از ما بهتر باشه اگه نباشه کارش نمیگیره به اصطلاح و از این جهت من بسیار خوشحالم از لحاظ محتوا، از لحاظ فرم، از لحاظ اجرا، از لحاظ تنوع برنامه ها، برنامه های تفریحی، برنامه های خبری جدی، برنامه بریکینگ نیوز، خبرهای فوری، بلا فاصله این امکان وجود داشته به شما این کار بکنید. ساختن مستندهای واقعا تاریخی، پرداختن به فرهنگ و هنر ایران زمین به نظر ما یکی از مهمترین کارهایی که ما در بی بی سی فارسی کردیم توجه به فرهنگ و هنر بوده مثلا همون کار کوچیکی من کردم فرض کنید ایران رو بگردی ایران رو نشون بدی اتفاقا فرض کنید. خیلی ها وقتی که خبر خداحافظی شما پخش شد به همین درخواست کردن که یک بار دیگه اون مجموعه که مجموعه بی‌نظیری هم هست من خودم از علاقه مندانش هستم باز پخش بشه باز پخش میشه من نمیتونم <تصفح> تصمیم بگیرم ادیتورا باید تصمیم بگیرم برای اینکه دیگه من به هر تا یک دو هفته دیگه مسئولیت هم تموم میشه ولی کارهای دیگه هم مثلا ما کردیم در مورد خیام مثلا فرض بکنید <تصفح> دا این یا بزرگان ایران زمین ما یه وقتی سری <تصفح> درست کردیم بنابراین من خیلی افتخار می که بخشی از یک جمع بزرگی بودیم که شما درش نقش داشتید تونستیم یک سرویسی درست بکنیم برای فارسی زبانان که در تاریخ خواهد موند سوال آخر آقای صبا شما که از بی بی سی فارسی میرید و بعد از این بمانه یک مقاطب بی بی سی فارسی رو میبینید چه توقعی از بی بی سی فارسی دارید در آینده و چه کارهایی رو شما نتونستید بکنید که دلتون میخواد انجام بشه و دلتون میخواد بعد از این در بی, بی سی فارسی بدید من دارم میخواد که در بی, بی سی آینده ما همچنان پایبند باشیم به سیاست ادیتوریال بی, بی سی. تحت فشار گروه های فشار قرار نگیریم چه حکومت چه اپوزیسیون یکی میخواد بی بی سی فارسی بشه سخنگوی این جناه یکی میخواد نسبت جمهوری اسلامی تونتر بشه کنتر بشه به نظر من با باید شدیدا مقاومت بکنیم تنوع در بی بی سی فارسی به نظر من بسیار مهمه که ما ترکیبی از برنامه های خبر و تفریحی داشته باشیم پزشکی مود سینما چیزهایی که الان نداریم به نظر من باید در آینده داشته باشیم من همین الان داریم در روزهای آخری که من اینجا هستم در, در فکر اینیم که برنامه جدید در مورد سینما درست بکنیم بعد از اون یه برنامه ممکنه در مورد فشن به اصطلاح مود درست بکنیم به نظر من من انتظار دارم که همکار نازنین من روزیتا خانم این کارها رو ادامه بده و حتما ادامه میده و من هم هر وقت از من مشورتی کسی بخواد این دوربرا هستم برای اینکه من به این تشکیلات و هدفهاش اعتقاد دارم و هر جا برم پشتیبان پرشور بی بی سی خواهم بود. بسیار ممنونم از شما صادق صباح و از شما متشکرم که با ما در برنامه دیدبان این هفته این برنامه ویژه همراه بودید کم که میتونید نظراتتون رو در مورد برنامه های مختلف برای ما به این آدرس هایی که میبینید بفرستید نظراتتون رو میتونید ایمیل بکنید به دیدبان at bbc .co .uk. از حرف خودم و آقای سبا هفته بسیار خوبی براتون آرزو میکنم